و مترجم محترمشون. سلام عرض کردم. Hi, nice to meet you. آقا احوال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدین. بفرمایید خواهش میکنم. خیلی خیلی خوش اومدین و همچنین دعوت میکنم از علی صبری عزیز، نماینده فروشگاه پرتخفیف رفاه، که برنامه امشب با مشارکت و حمایت شرکت فروشگاه زنجیره رفاه تقدیم شما میشه. سلام علی جان، عید شما مبارک. خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم. بفرمایید. خب بله، چشم. دوستان وقت رو اعلام کردن به ما، خیلی خوش اومدین، خیلی افتخار دادین که امشب در خدمت شما هستیم جناب آقای شفه. Thank you for the invitation. تشکر میکنم از دعوت شما. And I hope we have a nice evening. امیدوارم بتونیم شب خوبی با هم داشته باشیم در این برنامه. خیلی خیلی متشکر. ما هم امیدواریم. این روزها هم استقلالی ها خیلی ارادت ویژه‌ای به ایشون دارن. من در فضای مجازی که اعلام کردم شما قرار میهمان ما باشید، بیشتر سوالاتی که برای من میومد یک جمله بود و اون این بود که با آقای شفه بگی ما خیلی دوستش داریم. Okay, does this be very happy about this? از این بابت ما بسیار خوشحال هستیم. نه فقط من، همه اعضای کادرم. Thank you from the fans to our hard work. تشکر می کنم از هوادارامون که به خاطر کار سخت همیشه کنار ما بودن، ما رو حمایت کردن. The same, we love the fans. Our supporters are fantastic. ما هم هوادارامون رو بسیار دوست داریم. هواداران ما فوق العاده هستن. We are idol for all fans in Iran. و فکر میکنم ما میتونیم یک الگوی بسیار خوبی باشیم برای همه هواداران فوتبال در ایران. وقتی ما دو بازی در لیگ قهرمانان داشتیم، حدود 97,000 نفر اومدن برای دو تا بازی ما. ما بیشتر از 120,000 تماشاگر داشتیم، پرسپولیس 96,000، در حالی که سه تا بازی خونگی داشتن، ما دو تا بازی خونگی داشتیم. For the future, for the best ambassador of football in Iran. من میخوام استقلال در آینده بهترین سفیر باشه برای فوتبال ایران. خیلی متشکرم علی جان. سلام مجدد میکنم به تو و خیلی خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم شما هم با مردم صحبتی داشته باشین. سلامت باشید. ببین اینکه میدونم تو استقلالی هم هستی. عرض سلام دارم خدمت شما هم میهنان عزیزم. مفتخرم که به نمایندگی از شرکت فروشگاه زنجیره رفاه در این برنامه در خدمت شما هستم. میلاد با سعادت حضرت امام زمان رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم. نیمه شعبان بر شما مبارک باشه. انشالله که تعطیلات آخر هفته خوبی رو هم داشته باشید. خیلی خیلی متشکرم ازم بزرگتون که قبل از اینکه جناب آقای شفر تشریف بیارن و کار به حال هدایت تیم بزرگی همچون استقلال رو بر عهده بگیرن، خیلی ها این نظر رو داشتن که به واسطه دو سال دوری ایشون از فوتبال شاید نتونن به اون نتایجی که میخوان دست پیدا بکنن، اما ایشون با حضورشون ثابت کردن که خلاصه از این خبران نیست و موفقیت‌های بسیار خوبی رو هم برای استقلال تونستن به دست بیارن. استقلال به حال جاش تو جدول مشخص بود، اما الان به عنوان تیم سوم جدول، خب نظرشون راجع به این موضوع ما بگن. Let me first of all I want congratulation all Iranian people about the election celebration and the teacher day. قبل از هر چیز میخوام این فرارسیدن عید مذهبی رو به تمام مردم ایران تبریک عرض کنم، همینطور فرارسیدن روز معلم رو. سپاسگزارم. Yes. ما البته برای مناسبت روز معلم فردا شب در خدمت مردم هستیم و مفصل راجع به صحبت می‌کنیم. فوتبال is everybody can talk about football. همه میتونن در رابطه با فوتبال صحبت کنن. It's not only in Iran, it's in Germany, in France. نه فقط در آلمان، در ایران، در آلمان، در فرانسه. It's not important what the people talk before. Important is what the people talk after my work. همیشه مهم این نیست که قبل از اومدن من مردم چی میگفتن. مهم اینه که بعد از رفتن من مردم چی میگن. And I think we have a very very great success. فکر میکنم ما موفقیت‌های بسیار بسیار خوبی داشتیم. این کار فقط من نبوده، کادر من، تمامی اعضای باشگاه. من بسیار خوشحالم و افتخار میکنم بابت تیمم. مدیر عامل باشگاه آقای افتخاری، اعضای هیئت مدیره آقای توفیقی، همه کسایی که به ما کمک کردن. I hope we can
make it the next season again. I don't know exactly, but it's my future. دقیقاً نمیدونم ولی امیدوارم بتونیم فصل آینده هم در آینده خیلی بهتر کار کنیم. But I hope we can make not Estegal only great. We want to keep Estegal in many many years on the top of Asia. ما نمیخوایم فقط در استقلال عمل کرده بسیار بسیار خوبی در داخل داشته باشیم. میخوایم برای سالهای سال استقلال رو در سطح بالای فوتبال آسیا حفظ کنیم. That only possible when all work together. این فقط زمانی ممکنه که همه ما با هم کار کنیم. درود بر شما. خیلی ها انتقاد داشتن تو برنامه قبلی که چرا برانکو رو آوردیم. آقای برانکو رو شما پرسپولیسی هستید، ما ثابت کردیم با آوردن آقای شفه، اونم برای اولین بار. علی جان که بنده حقیر حداقل اصلا فوتبالی نیستم ولی هر دو تا تیم رو به یک اندازه دوست دارم. اجازه بدید که ارتباط بسیار خوبی که دوستان زحمت کشیدن و برقرار شده با جمکران عزیز رو بهش برسیم و در این شب عزیز، در این شب مقدس چند لحظه‌ای حال و احوالمون رو عوض بکنیم با توسل به آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف. دعوت میکنم که تصاویری از شب شما به خیر باشه، شب شما به عشق باشه. خانم ها آقایان، در خدمت جناب آقای شفر هستیم. من میبینم همینجوری سیل پیام ها و سوالات داره میاد. علی خیلی جالبه، یکی از سوالاتی که برای ما ارسال شده گفتن که بخواید از آقای شفر، یعنی بپرسید یا اعلام بکنید که ای کاش اون زمانی که مثلا پرسپولیس هم 6 تا زده ایشون بودن شاید نتیجه تغییر میکرد، یا خیلی ها مثلا میگن که اگر شما از اول فصل چند هفته زودتر بودین ممکن بود که اصلا به حال تیم اول جدول باشین. Oh, I don't want to talk about this. When I talk now, yes, that is not good for the coach before. I don't want. من نمیخوام الان راجع به این صحبت بکنم. اگر بگم بله، شاید برای سرمربی قبلی یا کادر قبلی جمله مناسبی نباشه. I know many rumors in the newspaper. I come here. خیلی شایعات بسیار بسیار زیادی در رسانه‌ها مطرح شده در این خصوص. I don't want to talk about the coach before. نمیخوام در رابطه با کادر قبلی صحبتی انجام بدم. Our focus is now for the cup. الان تمرکز ما رو مسابقه فینال جام حذفیه. Two matches in the Champions League, the playoff match against Sopahan. و دو بازی که در لیگ قهرمانان در مرحله حذفی مقابل زوبوهان داریم و باید ببینیم بعد چه اتفاقی میفته برای فصل آینده. ولی الان رو کار الانمون خیلی تمرکز داریم. I read in the past many things about us from در گذشته خیلی چیزهای زیادی خوندم، چیزهای زیادی شنیدم از افراد مختلف. But no problem for me. ولی مسئله نیست برای من. بسیار همالی. ایشون همچنان پرسپولیس رو قدرترین حریف خودشون میدونن یا نه؟ پرسپولیس is the most powerful opponent. First congratulations for the champion Pam Branko, make a very good, very good job. قهرمانی پرسپولیس رو تبریک میگم. آقای برانکو کارشون رو خیلی خوب انجام دادن. In the end of the season is the World Cup. And both teams have many national players. در پایان این فصل ما به جام جهانی می‌رسیم. هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بازیکنان بسیار زیادی در تیم ملی دارند. ما 7 بازیکن در تیم ملی داریم. We have to watch for the national team now. و ما باید الان به فکر تیم ملی باشیم بعد از پایان بازی‌هامون. امیدوارم نتایج بسیار خوبی در جام جهانی بگیرن چون برای فوتبال ایران بسیار خوبه. I think when I go in Tehran and meet many people on the street or in the bazaar. زمانی که من در تهران در یه بار بازار رفتم، در خیابون‌ها یا در هتل، مردم زیادی که منو می‌بینن. Many Persepolis fans coming to me and told. خیلی طرفدارای پرسپولیس میان پیش من. بله بله. اخلاق در ورزش واقعا همیشه طرفدار. میگن ما طرفدار پرسپولیسیم ولی از استقلال هم خوشمون میاد. چقدر خوبه که همیشه هوادار با اخلاقی باشیم. این خیلی نکته مهمیه. گفتگومون ادامه داره. خیلی‌ها دارن حرص می‌خورن. مطمئنم از به خصوص فوتبالیا که از آسیا بپرس، از بازی پنجشنبه در مقابل خونه به خونه بپرس، از جام حذفی بپرس. همه رو می‌پرسم بعد از خبر. علی جان فقط یه خبری هم شما دارید، بعدش بریم اخبار رو ببینیم برمیگردیم. ممنونم. زنده تشکر از آقای شفر. ما برای مشتریان خودمون چند تا سورپرایز امشب داریم. یه چک 200 میلیونی برای برنده و کلی ماجرا. متشکرم. اخبار رو ببینید برمیگردیم. گپ و گفتمون ادامه داره. اللهم عجل لولیک الفرج. خانم ها آقایان سلام مجدد. امیدوارم که در این شب پرخیر و برکت هر آنچه که آرزو دارید بهش برسید. امشب تمام ایران سر تا سر نوره و میزبانی که انشالله اتفاق بیفته.
انشالله که همه عزیزان و مردم بزرگواری که الان در جمکران عزیز هستن ما رو دعا بکنن. تصاویر بسیار خوب و زیبا و مخملینی هم از جمکران داشتیم. همچنان در این برنامه جناب آقای شفر حضور دارن به همراه مترجم بزرگوارشون جناب آقای صبری از فروشگاه پرتخفیف رفاه. دو تا اتفاق هم قراره بیفته ضمناً. یکی از برندگان 200 میلیونی فروشگاه پرتخفیف رفاه قراره که امشب چکش رو بگیره، یعنی امشب یه نفر صاحب 200 میلیون تومان سر راحت، و یک نفر هم قراره ماشین ببره. قرعه کشی خواهیم داشت. برگردیم به سراغ گفتگومون با جناب آقای شفر عزیز در خصوص برنامه سفر استقبال به خرمشهر برای به هر حال جام عظیم می‌خواستم بدونم و اینکه آیا با ترکیب اصلی بازی می‌کنن یا نه. Well, first of all, we're very happy we can play the cup final. اول از همه بگم بسیار خوشحالم که میتونیم فینال جام حذفی رو بالاخره بازی کنیم. Was very difficult and we play very good. نیمه نهایی جام حذفی بازی بسیار سختی بود و ما بسیار خوب بازی کردیم. We want to win the match. We cannot play with a reserve team. و ما میخوایم این بازی رو ببریم. نمیتونیم با تیم ذخیره‌مون بازی کنیم، با بهترین بازیکنانمون بازی می‌کنیم. That's respect against the opponent. و این یک احترامی هم برای تیم حریفمون هست. آفرین. And I hope many people watch this match. امیدوارم به طرفداران بسیار زیادم این بازی رو تماشا کنن. درسته. من شنیدم که فردا عازم هستی. درسته؟ Yes, tomorrow. Yeah. بله فردا عازم. بسیار عالی. چند ساعت پیش فکر می‌کنم که اعلام شد. علی تو هم اگر اطلاعات بیشتری داری همراهی کن ما رو که تیم خونه به خونه بالاخره ظاهرا رضایت دادن برای اینکه این بازی برگزار بشه، اظهار نظر بکنن در خصوص حواشی پیش اومده در باره تیم خونه به خونه و آیا اینکه اصلا در هیچ کجای دنیا مرسوم هست که این چیزی یک تیمی بتونه این گونه عکس عمل نشون بده. I never saw this in the football. Many years in the football. سالهای زیادی در فوتبال هستم. فکر میکنم خیلی منصفانه نباشه در رابطه با داور مسابقه این رفتار. همه میدونن داورا کار بسیار بسیار سخت و مشکلی دارن. And I'm sure the referee is not of this side or this side. He's مطمئنم داور این سمت یا اون سمت نیست. And believe me, I know the referees now in Iran. We have very good referees. And الان میدونم که در ایران داوران بسیار خوبی داریم. بهترین داوران در ایران داریم. یکی از بهترین داوران دنیا بودن داوری که از ایران رفتن در جام جهانی قضاوت کردن. not fair against us. این هم تو منصفانه برای ما هم نبود. چه صحبتایی. I think was not a very good idea of the owner of the team. I don't know. فکر می‌کنم این عقیده و نظر خیلی خوبی از سوی مالک این باشگاه نبود که اعلام شد. بسیار هم عالی. من یه لحظه داشتم دقت می‌کردم که ایشون درسته که تیپ آبی زدن اما جورابشون قرمز رنگ، آیا ایشون غالبا احیانا تیم پرسپولیس رو دوست دارن؟ I like Persepolis. I like football in Iran. I like Iran. من از ایران خوشم. ایران علاقه دارم به مردم very ایران، به فوتبال ایران. همینطور تیم پرسپولیس مردم بسیار بسیار مهربان. Three weeks was a friend of me, very very famous doctor from Germany. سه هفته یک دکتر بسیار بسیار سایکولوژی. یک دکتر روانشناس بسیار بسیار مشهوری در آلمان. برای سه هفته در ایران مهمون من بوده. He told me he come back. He wants see we was in my neighbors the family of my second coach Bijan. همسایه‌های ما رو دید، خانواده یکی از دستیاران من آقا بیژن رو دیدن. Last week I made an interview in a German newspaper and told these people. هفته پیش مصاحبه در یکی از روزنامه‌های آلمانی داشتم و گفتن اون افرادی که در مورد ایران صحبت‌های مناسبی رو مطرح نمی‌کنن اگر به ایران بیان و ایران رو ببینن هرگز دیگه اون صحبت‌ها رو مطرح نمی‌کنن. حرف‌هایی که می‌زنن راه دوره، باید بیان اینجا مردم ایران و کشور ایران رو ببینن بعد بتونن قضاوت کنن. بفرمایید دیگه شما الان یکی از نمایندگان خوب خواهید بود برای اینکه از امنیت و آرامش و آسایش کشور ما به کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اروپایی به حال واقعیت رو بگید. ضمناً گفتن دستیار، من میخوام یه سوال دیگه بپرسم و اونم اینه که به حال حرف و حدیث ها و صحبت ها در خصوص کمک گرفتن از پسرشون درباره جناب آقای شفر زیاد بوده و اینکه بفرمایید که چقدر در موفقیت امروز استقلال پسر آقای شفر به حال نقش داشتن.
Yes, all my staff help us help Östergal. بله تمامی دستیاران من به ما و استقلال کمک می‌کنند. When we work together, it's just like my son. This the analyzer is a man. They're very very good contact to the have to the players. He's a very good communication. دستیار من نه فقط کار نه که فقط پسر من باشه. ارتباط بسیار بسیار خوبی با بازیکن‌ها دارن، باهاشون صحبت می‌کنن و کار آنالیز. نه من مشخصا راجع به پسرشون می‌خوام بدونم. راجع به پسرشون دارن میگن. کلا پسرشون با بازیکن‌ها کار آنالیز هم انجام میدن در تیم ما. Many things what we talk in a meeting or in my apartment. خیلی از صحبت‌هایی که ما با هم در جلسات داریم، خود جلسات با بازیکن‌ها، با کادر فنی. He talk to the players. The player come to him. He can is a very very خیلی وقتا بازیکن ها میان پیششون صحبت میکنن و خیلی خوب صحبت های بازیکن ها رو میشنن، کنه از نظر روحی روانی. They know of football many things and خیلی چیزای زیادی از فوتبال میدونن. I think it's very good for our team. خیلی برای تیم ما خوبه. The result is the end what is important and the result is very good. نتیجه خیلی مهمه که ما هم نتیجه گرفتیم. I know the rumors about this. من شایعاتی که مطرح میشه رو میدونم. I never saw in a country like what in Iran in rumors in the Instagram or in newspapers. هیچ وقت شایعاتی که به اندازه اینجا در فضای مجازی مطرح میشه رو جای دیگه ای ندیدم. بگید دیگه فیلتر شد یا نشد؟ بخیر اعلام کردن که فیلتر شد، راحت شد. نگفتن دیگه بستن، راحت شدیم دیگه. ازم حضور شما به حال البته علی به تو خودت هم پس خیلی از مردم اهل فضای مجازی هستی. ایشون حتی به یکی از بازیکن‌ها رو جناب حسینی رو دعوا کردن به خاطر اینکه پستی تو اینستاگرام گذاشته بودن و تیم رو به حاشیه بردن. من شنیدم که واقعا برخورد جدی کردن باشون، درسته؟ یا کلیات دیس واز ساشا مای سان دوینگ منی تایمز. این کاری که ساشا پسرم خیلی وقت انجام میده، با بازیکن‌ها صحبت می‌کنه، به مشکلاتشون گوش میده، کمک میکنه بهشون، بهشون اطلاعات میده راجع به مشکلاتی که داشته باشن. A player like nobody from the young players know what is Instagram is very very danger when you شاید خیلی از بازیکنان جوان ما ندونن که چقدر فضای مجازی و اینستاگرام میتونه خطرناک باشه. باید خیلی باهوش باشن تو این زمینه. با حسینی is a very good goalkeeper. در رابطه با حسینی دروازه‌بان بسیار بسیار خوبیه. We have two good goalkeepers. ما دو تا دروازه‌بان بسیار خوب داریم. مهدی رحمتی و حسین حسینی. And that's the same in Barcelona. Barcelona have two good goalkeepers. همینطور در بارسلونا که دو تا دروازه‌بان خوب داره، یکیشون در لیگ قهرمانان بازی می‌کنه، یکیشون در لیگ بازی می‌کنه. کوپا دل رای در جام حذفی رقابت‌های اسپانیا. دروازه‌بان دیگه‌شون بازی کرد و هیچکس صحبتی راجع به این نکرد. But the player know I'm very honest to my players. بازیکنان میدونن که من بسیار با اونها صادق هستم. And I want success. و من موفقیت میخوام. Everybody have success. متشکرم. ما موفق باشیم همه با هم موفق هستیم. درود بر شما. ما راجع به تیم بزرگی مثل استقلال صحبت میکنیم که واقعا هم نتایج گرفتن ستودنیه. آقای صبری بزرگوار، شما اولین بار من میبینم بس استقلال هم سکوت کردیم. تو باخه تو نمیذاری من حرف بزنم. ما در خدمتیم جناب آقای شفر. خب ما الان پشت صحنه که داشتیم صحبت میکردیم، بسیار انسان با شخصیت و خیلی دوست داشتنی بودن. بله. من واقعا افتخار میکنم که افتخار آشنایی با ایشون رو از نزدیک داشتم. البته مشغله رفاه اجازه نمیده که من بازی های تیمی که مورد علاقه هم هستش رو زیاد نگاه بکنم، ولی خب از موفقیت استقلال خیلی خوشحالم. اگر که اجازه بدی. آره حتما، ما بی صبرانه منتظر خبرهای شما هستیم. من اگر که اجازه بدید یه توضیحاتی رو ایستاده خدمت مردم عزیزمون بگم. خب ما جشنواره‌ای رو داریم شروع میکنیم انشاءالله از حدوداً 10 روز آینده، که در اون جشنواره قرار هست اتفاقای خیلی خیلی بزرگی رقم بخوره در فروشگاه پرتخفیف رفاه. این یک نمای کلی از اون اتفاقیه که در ماه مبارک رمضان انشاءالله فروشگاه رفاه قصد داره که برای مردم عزیز رقم بزنه. اسم جشنواره ما خواهد بود شبهای روشن رفاه، و ما به برکت این ماه تا سحرگاهان رفاه بازه. یعنی ما در جشنواره‌ای که در ماه رمضان داریم، همه فروشگاه‌های مرکزیمون در سطح کشور
تا سحرگاهان باز هستند با تخفیف‌های ویژه. طبق معمول ما به بیش از 4000 قلم کالا اومدیم تخفیف بین 20% تا 50% رو گذاشتیم. برای اینکه از تخفیف‌های ویژه ماه رمضان مطلع باشید، خیلی زودتر همین الان فردا هر موقع که دسترسی پیدا کردید به فضای مجازی در همه شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی با هر اسمی که دارن ما حضور داریم با آیدی @myrefah. همه پیام‌رسان‌های داخلی هم فروشگاه رفاه اونجا حضور داره و تخفیفاتش رو داره ارائه میکنه. وبسایت رفاه با آدرس www.refah.ir هم هست، حتما سر بزنید، مخصوصا در فضای مجازی با آدرس myrefah که دیگه همه جا همین آدرس وجود داره. آقا یه سوال، تو ایام ماه مبارک رمضان در کمپین شب‌های روشن رفاه خودرو قراره مردم بله، ماشین برنده میشن؟ مردم عزیز اون طرف صفحه هست، قرعه کشی زنده هر شب یک بریلیانس کراس مثل همین جشنوارمون بعد از خبر ساعت 22 انشاءالله از همین شبکه طبق معمول خواهد بود. حالا دیگه جزئیاتش رو حالا در شب‌های آینده همکاران من خدمتتون میگن. آقای جمشیدی اگر اجازه بدید من این خبری رو که حالا مرتبط هست با همین خدمتتون بگم، اونم این هستش خب برای اینکه قشر بیشتری از مردم بتونن به فروشگاه‌های ما مراجعه بکنن، ما موظف هستیم که فروشگاهامون رو توسعه بدیم. کاری که داره اتفاق میفته، من از رو میخونم دقیقاً فروشگاه‌ها رو، کلی فروشگاه هستش که به مناسبت 23مین سالگرد تأسیس فروشگاه رفاه ما داریم افتتاح میکنیم که انشاءالله در ماه رمضان بتوانیم آماده سرویس دهی بهتر به مردم باشیم. در تهران فروشگاه خلیج، فروشگاه نسیم شهر، چهاردانگه، مسعودیه، فروشگاه بسیار بسیار عالی بنفشه کرج، فروشگاه گلشهر دو در گلشهر، در بوشهر فروشگاه توحید رو داریم، در آذربایجان غربی فروشگاه خوی سلماس و در ارومیه بهداری، در زنجان سه تا فروشگاه خیلی خیلی بزرگ رو تأسیس کردیم که مردم عزیز میتونن مراجعه بکنن. فردا شب قم چه خبره؟ در قم فردا شب در پردیسان یکی از بزرگترین فروشگاه‌های رفاه آماده میشه و افتتاحیه‌اش خواهد بود که انشاءالله در همین برنامه ما خدمت شما خواهیم بود. بازسازی فروشگاه همدان بابا طاهر رو داریم، یه ذره شبیه هواشناسی فکر میکنم صحبت کردم حالا انشاءالله نه تو خیلی جذاب صحبت میکنی، فردا شب هم توضیحات بیشتری رو در این رابطه خدمتتون خواهم داشت. خیلی ممنونم علی جان صبری. میخوام دعوت بکنم از فریدون آسرایی عزیز که تشریف بیارن. من خواهش میکنم که دوستان یه دستی به افتخار خواننده بسیار خوبمون. ندارم دارم میکروفونشون. بله دارم دارم. میگن صدا نداری، میگم دارم. آقا کی گفته شما صدا نداری؟ شما سلطان صدایی. خیلی مخلصیم. سلام عرض کردم. سلام مسیشپ. حال شما چطوره؟ مرسی. علی جان بفرمایید، شما بفرمایید. شما وای میسی؟ بفرمایید، من وای میسم. بله بفهم. من کنن شما اگه بخواید. خواهش میکنم. فرداتون بشم. نه شما بشینید. آقا حال شما چطوره؟ عیدتون مبارک. عید شما مبارک. بسم الله. کدوم دوربینه؟ این دوربینی که اینجا هست شماره 3 اختصاصی برای شماست. طبق معمول ادب و احترام دارم حضور یکایک عزیزان. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم و جایزه ای هم مثل این که امشب جایزه ای میدید دیگه. 200 میلیون تومان قراره به یک نفر بدید. چک اینجا هست در صورت ان شاءالله میشه امضاش کنید. شما استقلالی نه؟ چون میدونم خیلی فوتبالی و قبل برنامه هم خیلی داشتید فول بلو. The left side. Yeah. I heard his very very famous Estegal fan. I invite him for the next match or for the Champions League. I should invite him. مهمان از این سمت شما. Maybe we can go after this. I heard. دعوتش میکنه برای مسابقات بعدی. فعلا طرفدار بسیار بزرگ استقلال هستن برای مسابقات لیگ قهرمانان. In the future we work together. قبلش هم خوب میتونه بازی هم بکنه. الان فصل نقل و انتقالات هم هست. بکن تست بگیریم. بچه ها توپ نداریم، وقت نداریم البته. اگه وقت داشتیم تست بگیریم. یا ما هم اتفاقی همه آبی بوشتیم. اکسیدنتالی ام ویرینگ بلو. یعنی
کیفی برنامه رو ببینید، همه مسلط به زبان انگلیسی. فکر میکنم که فقط شما پرسپولیسی بشید. من پرسپولیسی نیستم، من پرسپولیسی نیستم، پرسپولیس رو خیلی دوست دارم، من استقلالی نیستم، استقلال رو خیلی دوست دارم. خدا شاهده حالا شب بیاد تو فضای مجازی ما باشیدم. آقا بریم یکی از کارهای خوشگل فریدون رو بشنویم. کدوم کارت آقا؟ فکر کنم بختشه. بذار من یه توضیح بدم که ما یه مشکل داره بارون میاد. آره شما توضیح بدید. میگم یه در ابتدا قرار بود که مثلا یه سری آهنگای زنده اجرا بکنیم، برای یه سری مشکلات کوچیک به وجود اومد که ترجیح دادیم حالا دیگه اون رو خوب کار کردیم. خیلی متشکرم. من چیز سری بگم، پشت فرستاده بودم و خیلی جالب بود آقای رفیع. آقای زرندی اینو ترجمه نکن. تو سوالاتی که برای ما فرستاده بودن گفتن آقای شفیع بپرسین که شامپو موهاش چقدر خوش خوب پرپشته. خیلی بامزه. خب یکی از کارهای خوشگل به نام داره بارون میاد رو بشنویم و برمیگردیم گپ و گفتمون رو ادامه بدیم. بفرمایید. عید آهنگ به خوبی. به 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 خیلی ممنونم. همینجا واسم قربونت برم سکا خانم، خیلی خوش اومدین. آقای چغای عزیز رو طرفداران رفاه به خوبی میشناسن. آقا فریدون، ایشون همون بزرگواریه که 200 میلیون تومان برنده شد. خیلی خوب میری عقب، کاری ندارن که. آره درسته، پرسپولیسی. بیاین جلو میکروفون. سلام علیک، بفرمایید میکروفون. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه حضار عزیز. قربونت برم سکا خانم، خیلی خوش اومدین. میکروفون بله، شما هم یه سلام علیکی داشته باشید. سلام میگم، روز عزیز و تبریک میگم به همه هموطنان عزیزم، علل خصوص شما عزیزم. سلامت باشین، متشکرم. آقای شقای عزیز، بعد از اینکه شما همه فهمیدن 200 میلیون تومان بردین چه اتفاقاتی افتاد؟ آقا فریدون اگه میشه شما چک و زحمت بکشین که به دوستان بدین. همه خوشحال بودن، همه بهش زنگ زدن. آره آره دقیقاً، رفاقت ها بیشتر دوست. نشد آشنا فامیل کسایی که فکر نمی‌کردم اونا هم تماس گرفته بودن. راست میگی؟ به به. توسط جناب آقای فریدون آسرایی عزیز یک فقره چک 200 میلیون تومانی یا 2 میلیارد. آقا میخواین چک رو نشون بدین اصلا؟ آره اصلا به این دوربین نشون بدین. ببینید مبلغش درست 2 میلیارد ریال. چه گریه میکنید؟ برای اینکه چی؟ شبیه هم که برنده شدن یه قد شد ولی قد کرده بودی. راستشو بگو، ساعت یک نصف شب زنگ زدیم به ایشون از سر کار رفته بودیم، آقا 200 میلیون تومان برنده شدی. یهو شما فکر کن. من خواهش می‌کنم دوستان در دست زدن همراهی بکنن. آقا بفرمایید چه کوه. من 4 صبح زنگ بزن. آقا بفهم آقا چه سکا خانم چه کو شما بگیرید. بزنید دستتون ادامه دار باشه. بابا 200 میلیون تومانه. خیلی مبارکتون باشه. خیلی خیلی ممنونم. تشکر از شما. بفهمید. خیلی لطف کردید. متشکرم. آقا فریدون عزیز تشکر از شما. من میدونم که خیلی نباید اذیتت بکنم. خسته میشی. فقط یه کار دیگه آخر سر از شما میشنویم دیگه. بله بله. یه آرزوی خوشگل با مردم. بعدش هم اگر اجازه بدین دیگه خدافظی کنیم. قبل از هر چیز سلامتی. ان شاءالله که سلامتی باشه برای همه. امیدوارم که نیم سال سال خوبی باشه. فکرای خوب تو سرمون باشه، اتفاقای خوب برامون بیفته. به هر حال ممنونم فریدون خان، شما خیلی محبت دارین همیشه. خواهش میکنم. نه یه سوال داشتم از آقای شفیع. بپرسید. بله فقط کلا 4 دقیقه زمان داریم. من ازش بپرسم اگه یه روزی ازشون دعوت کنم بره مربی تیم قرمز بشه میشه یا نمیشه؟ خودم میپرسم ازش. خودتون بپرسید دیگه، چرا نمیپرسید؟ تا ایشون فکر کنن ما این برای بازار صابر عبداللهی رو داریم و آقای گوهری عزیز. سلام عیدت مبارک آقای عبداللهی، عیدت مبارک. خیلی خوش اومدین. شما یه سلام علیکم مردم داشته باشین. به نام خدا عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگانمون. نه جواب داد الان میام اونجا. شما سلام. این میلاد بزرگ رو، ولادت حضرت ولی عصر علیه اجل الله رو تبریک میگم به همه بینندگان و با یه قرعه کشی دیگه در خدمت هستم. قربونت برم آقا صابر عزیز، ما امشب تولدش هم بوده. دستی به افتخارش بزنید دیگه بابا. امشب چقدر مناسبت داشتیم. فدات بشم. چی شد جواب آره یا نبود؟ I'm the head coach of Estegal. I'm very happy about this. الان سرمربی استقلال هم و عظیم بود. آقا اینا زرنگن جواب نمیشه ازشون. آقا گوهری شما سلام علیکی داشته باشید. خواهش میکنم عیدتون هم مبارک باشه.
با همین دوربین دیگه فدات چم قایق خوشی نیست که. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم، من هم میلاد و با سعادت حضرت مهدی رو تبریک می‌گم خدمت همه بینندگان محترم. فدای محبتت بشه امشب از بین چند شماره ردیف باقوره کشی کنی؟ تعداد شانس‌های امشب 273630 شانس امتیاز هستش. خب این خب این باید پر باشه. بله. ما از دومی این میتونیم استفاده کنیم به جای اون. یک بار دیگه میخواد روشن کنید. روشنه. آخ ماشینم دوباره. خب از دومی این به جای اون استفاده کنیم. بسیار. فعلی جان بشین. آره شما بشین، الان میاسم خدمت. بس نرو لطفا. شماره اول 5. یه دوستی امروز گفت آقا ریتمتون تندتر باشه خیلی بهتره. فکر کنم امشب انقدر ریتممون تند بود که خودمون از خودمون جا موندیم. شماره 8. شماره 8 دوباره. شماره 1. شماره 4. عدد آخر بین 0 1 و 2. خب این 9ه. این 9 اصلا به دردمون نمیخوره، باید روشن کنیم یه بار دیگه. ببینیم این میاد یا نه. این ها هست، اومد. شماره 2 و برنده شای ما معلوم شد. 0935-687 خوره کشی مورد تایید بود. یک دنیا متشکرم از شما آقا صابر گل، بی نهایت تشکر میکنم. جانم چیده تصویر چی داریم؟ به 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 به، این افتخار رو داریم که یک بار دیگه به جمع‌کران بریم و از سخنان گوهربار بجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای رفیع، جناب آقای ناصر رفیع عزیز استفاده بکنیم. ببینید تصاویر رو برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، انه خیر ناصر و معین. ائمه بزرگوار ما نسبت به وجود مقدس حضرت حجت ارواح و نافدا همشون روایت دارند، نه فقط روایت بلکه بیان جزئیات زمان ظهور، زمان غیبت. امیر المومنین عشق میریختن، میفرمودن وا شوقاه و الى رؤیته، چقدر دلم میخواد مهدی رو ببینم. امام صادق علیه السلام روز عیدی گریه میکردند، شخصی میگه سوال کردم آقا چرا عشق میریزید، گریه شما برای چیه؟ آقا میفرمودن سیدی غیبتو که قد نفت رقادی، آقای من غیبت شما خواب رو از چشم ما رو بوده. ببینید هنوز امام زمان متولد نشده، امام صادق ندبه میکنن، عشق میریزن. بعد فرمودن آقای من اگر من شما رو درک کنم خودم خدمت گذارت خواهم بود. نام امام زمان پیش امام رضا توسط بعضی ها برده می شد، آقا دست روی سر گذاشتن، قیام کردن به احترام امام زمان ارواح و نافدا. پس وجود مقدس حضرت حجت نامشون یک نام مطرحی بر لسان همه ائمه و نبی مکرم اسلام بوده و از آغاز بعثت این نام مطرح بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب بخیر خانم ها آقایان، تو رو خداتون حال خوبی که دارین امشب در این شب بزرگ و ملکوتی نیمه شعبان. بنده حقیر و همه همکارانم رو هم دعا بکنید. من تشکر بکنم هم از جناب آقای حسین بهرامی هم از مهدی توتونچی که به حال این گفتگو ما با همکاری این دو بزرگوار به خوبی شکل گرفت، همینطور از جناب آقای زرندی عزیز و صد البته از فروشگاه پرتخفیف رفا که حامی مسائل فرهنگی هستند. من سوال خاصی از جناب آقای شفر ندارم، ضمن تشکر از ایشون دوست دارم که پاسخ احساسات و خیلی عظیم محبت‌های طرفداراشون و هواداران تیم استقلال رو هم هر جوری که صلاح میدونن بدن. کلان هم 30 ثانیه زمان داریم. First one message on our fans. اول یک پیغام دارم برای هواداران ما. Instagram fans want help our club.
اگر طرفداران استقلال میخوان به باشگاه خودشون کمک کنن 3-0 عدد 4 رو به CC ارسال کنن برای کمک به باشگاه استقلال. خیلی متشکرم. به حال بینم ظاهرا یک راهیه برای اثبات این هواداری. بله خیلی خیلی متشکرم از آقای شفر عزیز. Thank you very much. همینطور داشتم بودم انگلیسی سوال میکردم از آقای صبری عزیز. خیلی متشکرم. دوستتون داریم انشالله. تا فردا شب که برنامه دیگه داریم قول میدیم خود آروم تر باشیم. شبتون بخیر. خداحافظ.